بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم هر کجای این زمین خاکی که هستید دلتون آسمانی باشه و مملو و از محبت اهل بیت. خدا رو شاکریم که به ما اجازه نوکری میدن و سعادت با ما یار میشه در مکتب اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین خدمت گذاری بکنیم. برنامه روز حسین رو بارها در این چند روزه که در خدمت شما بودیم یادآور حرف و مطلب امام رضا علیه السلام بودیم که فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا، همانا روز حسین پل که چشم ما رو زخم کرد و خون ما رو جاری. امیدوارم که تا این لحظه و این روز این برنامه تونسته باشه اولا مؤثر در فرج امام زمان و بعدن مورد رضایت مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشه. خدا رو باز سپاسگزارم که برنامه و طرح به گونه ای شد که می توانیم در خدمت نوکران آستان حسینی و علوی و بلبلان این مکتب و بخش دیگری رو هم در خدمت کسانی باشیم که قلمشون و لسانشون در قالب هنر و شعر همانند شمشیر عمل میکنه و در دفاع از اهل بیت بران و عریان میبرد و دفاع میکند. امروز خدا رو سپاس که در خدمت یکی دیگر از دوستان و عزیزه محترم هستیم از شاعران اهل بیت، برادر خوبم جناب آقای شهاب خالقی که من به محضرشون سلام و عرض ادب دارم. سلام میکنم. سلام و احترام. عزم الله اجورکم. انشاءالله که قبول باشه عزاداری های شما و مورد رضایت حضرت بقیت الله قرار بگیره عرض ادب ما. الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. یا علی مدد. من بیش از این مقدمه نمیچینم. دوست دارم که با شما همراه بشیم. یا علی، چند بیتی رو که همین اخیراً هم نوشته شده در شرح روزه ها و مجالس اهل بیت با اذن و اجازه از حضرت بقیت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. روزه را حس می کنم این روزها در روزه ها، روزه را حس می کنم این روزها در روزه ها، گریه دارد گریه های بی صدا در روزه ها، دل به داروهای داروخانه باید خوش کند، دل به داروهای داروخانه باید خوش کند، او که ایمانی ندارد بر شفا در روزها. سفره اکرام عفو و بخشش اهل کسا، می شود گسترده با شال عزا در روزها. 14 معصوم بر روی سرش دارند دست، 14 معصوم بر روی سرش دارند دست، می گذارد تا عزادار تو پا در روزه ها. معتقد هستم، معتقد هستم بخور برگ های جنت است آن زمان هایی که دم دارد هوا در روزه ها. آن گره هایی که با دندان نمی شد باز کرد، آن گره هایی که با دندان نمی شد باز کرد، هر چه باشد می شود با دست وا در روزه ها. ذکر های یا حسین زیر لب در خانه ها، می شود رمز اجابت بر دعا در روزه ها. بیشتر بیشتر دلبسته ذکر علی اصغر است، بیشتر دلبسته ذکر علی اصغر است، پیرمردی که شده حاجت روا در روزه ها. یک نفر در کربلا رو راست جانش را فروخت، یک نفر در کربلا رو راست جانش را فروخت، حال از ما می خرد حتی ریا در روزه ها. انشالله که قبوله، انشالله خاطرش قرار بگیر. امیدوارم. واقعا هم همینه. نکته خیلی جالبی
در ابیات اولیه جناب آقای خالقی بود که اونی که اعتقادی به روزه ها نداره باید بره سراغ داروخونه ها، ولی الحمدلله رب العالمین ما توی این 10-15 روزه‌ای که خیلی پرتب و تاب بود امسال، خاصتا در گرفتن یا نگرفتن، آقا اشتباه میکنین، روشن فکرایی که خودشون سر از شمال در این سفرها در می آوردن نظری پرداز این حرکت بودند، ولی که نگاه میکنین میبینیم که همه در صحت و سلامتن. اگر هم کسی مریض شده ما باورمون بر اینه که صلاحی در این امر بوده، وگرنه خداوند چیزی رو به عنوان ضرر برای کسی نمیخواد، چون میفرماد امام سجاد در دعا که خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد، خیر همیشه از جانب خدا به ما میرسه، پس طبعا هیچ وقت بد نخواهد بود. امیدوارم که به این معرفته برسیم که آقا دارالشفای حقیقی در این مجالسه و نمونه های وسیع و بسیاری از اون رو هم دیدیم. آقا باز دلمون میخواد محضر شما استفاده بکنیم. مخلصم. یه کار دیگه‌ای بود با اذن و اجازه امام زمان، این رو هم تقدیم میکنم به سید الشهدا و اصحاب با وفاشون. به اشهد میکشد توحید چشم تو از آنها را، به اشهد می کشد توحید چشم تو از آنها را، به قربانگاه برده شوق دیدار تو جانها را. نیازی نیست دعوتنامه ای از تو برای هر، که تو با جذبه ات تفسیر می کردی امانها را. وهب غیر مسلمان بود اما با تو سلمان شد، به هم میریزد آغوش تو قانون زمانها را. اگر هر دیر آمد در عوض تو زود بخشیدی، حبیب آمد که آسانتر کند کار جوانها را. رسول ترک تلخی خورده و اسم تو را آورد، رسول ترک تلخی خورده و اسم تو را آورد، تو با شیرینیت بر هم زدی طعم دهانها را. فما احلا اسما، فما احلا اسما. بریر و مسلم و اون و سعید و نافع و عابس علیهم صلوات الله، بریر و مسلم و اون و سعید و نافع و عابس، تو بر روی زمین آورده این کهکشانها را. تو قبلن کربلا را دیدی و قالو بلا گفتی، چه آسان کرده ای با این جوابت امتحان ها را. جوانانت همه رفتند و پیر از دیدن داغی، جوانانت همه رفتند و پیر از دیدن داغی، کمان شد قامتت دیدی غم ابرو کمان ها را. سلام صلوات الله و سلام علیه. الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنونم. خدا خیرتون بده. لطف کردین. و ان شاء الله که عنایت اهل بیت بیشتر نصیبتون بشه. قلمتون پررنگ‌تر از قبل بشه. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما بینندگان که با ما هستید. یک فاصله کوتاه تقدیم شما بکنیم و با جناب آقای طاهری عزیز و دوست داشتنیمون دلهامون رو مزین به نام اهل بیت می‌کنیم. خرد و نگین افتاد پر از یاقوت شد عالم، سوار از روی زین افتاد، از این تلاطم دنیا هراس نیست تا کشتی نجات حسینی شد. از حرمتم برخواد اما بد نشد، کاش ای بابا نمی بردی به مهمانی. یک لحظه تصور کن اگر در دل آتش پر پر زده باشد، هر جوانی که حبیب تو شده پیر شده. چشم شور مردم شامی ببین با من چه کرد، کودکت از آخرین دیدار شیرین. بر من لباس نوکریم را کفن کن، نوکر بهشت هم برود باز نوکر است. مجدد به محضر شما سلام و ارادت دارم. یک نکته رو بخوام خدمت شما عرض بکنم.
برکات و آثار زیادی رو آقا سید الشهدا علیه السلام در زمان حیاتشون برای مردم داشتند که برای شما بینندگان فهیم واضح و مبرهنه و بارها گفته شده. و اما امام حسین جز استثناءات عالم، همه اهل بیت این استثناء رو دارند، ولی وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام یک برگ متفاوتی از قدرت خداوند متعال بود. من جمله پس از شهادت ایشون خیر و برکات فراوانی نصیب ما شده. یکی از خیر و برکاتشون در قالب گریستن برای سید الشهدا علیه السلام است که چشمی اگر به اندازه بال مگسی یا بال پشه‌ای به عنوان ذباب در احادیث آمده، اگر که به اندازه یک بال مگس یا پشه چشمی نمناک بشه، آتش جهنم خاموش خواهد شد. از این بالاتر رو و سهلتر و بهتر رو برای ما اهل بیت رقم زدن. این که اگر شما خودت رو شبیه گریه کنندگان هم در بیاری، می توانی از کسانی باشی که سعادت نصیبت بشه و هم جوار با سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشید. مرحوم نظام رشدی رحمت الله علیه از نوکرا و خادمان و خطبای مشهور قدیم بوده و حالا اونهایی که معرفت دارن نسبت به ایشون میشناسن. دختر ایشون تعریف میکرد که روزها و ایام آخر عمر ایشون قدری لسانش سنگین شده بود، دیگه نمیتونست به تعبیر ما حرف بزنه، دست پدر توی دستای من بود، تا اینکه به اشاره و با زبان یه جوری به من فهموند هر وقت دست تو رو فشار دادم من رو کمک کن سر پا بنشینم. میگه گذشت لحظاتی یه وقت دیدم پدر داره دست من رو فشار میده، من یادم اومد که درخواست پدر چی بود، او رو کمک کردم و نشاندم. پدری که چند روزی در بستر افتاده بود دست به سینه گذاشت و گفت السلام علیک یا ابا عبدالله و احترام کرد به اربابی که سالیان سال برای او دم میزد و بعد سر به بالین گذاشت و از این دنیا رخت بربست. برکات دیگری که برای چه مادهین، چه کسانی که گریه میکنن، چه کسانی که خودشون رو شبیه گریه کنا در میارن، اینه که سید الشهدا در سختترین شرایط و سختترین لحظات دستگیری میکنن. الان جناب آقای خالقی حرف از رسول ترک و اون اعمال قبل از اینی که نام حسین رو به زبان جاری بکنه تحت عنوان تلخی خورده بود، ولی بعد چه شد؟ رسول ترکی با اون اوصاف که لات ها از او میترسیدن، بعد کارش در مسیر امام حسین قرار میگیره، به جایی میرسه که دم جون دادن اون هم دست به سینه میذاره و با زبان ترکی میگه خوش آمدی آقا جان. اگر زرنگ باشیم رفقا، یک کلام ختم کلام، حضرت آقای طاهری هستن و من دارم بیادبی میکنم، یک کلام ختم کلام، اگر اهل تجارت هم باشیم، بنابر اون روایت آقا امیرالمومنین که بعضی ها عبادت تجار انجام میدن، حالا اونا که عبادت عشاق با خدا معامله میکنن و از مقوله های بهشت و اینها خیلی براشون فرق نمیده، دلشون میخواد با خدا اتصال داشته باشن، اما اگر اهل عبادت تجار هم باشیم، دو تا چهار تا تو خوبی کن، تو مسیر خوب باش، خیرها بر تو سرازیر خواهد شد. این خانواده کوچیک و بزرگشون، قربونش برم، چه اون مظلومترینشون به عنوان شیرخواره در صحرای کربلا، تا اون بانوی 3 ساله‌ای که در کنج خرابه سر بابا رو به دامن گرفت و جان داد، تا وجود نازنین خدا سید الشهدا به عنوان بزرگ این دستگاه، همگان خیرند، همگان برکتند. کافیه یک بار فقط صداشون بزنی، اون وقته که اسیر محبتشون میشی.
آری، امام سجاد کنیز می‌خریدن آزاد می‌کردن، غلام می‌خریدن آزاد می‌کردن، ولی این غلامی و کنیزی بودن عین پادشاهی مردم. این رو من نمیگم برای اداره برنامه، اونهایی میگند که به تعبیر قدیمی استخون در این مسیر ترکونده باشن. و جز حسین و خانواده حسین و همه حالا اهل بیت کلهم نور واحده، جای دیگه هیچ خبری نیست. آقا سلام و درود خدا بر شما. سلام علیکم. ببخشید. خسته نباشید. قربان شما ان شاء الله. زنده باشید. در خدمت شما استفاده می‌کردید. سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. امروز قرار دل‌های ما رو به کدوم سمت بکشونید؟ با کدوم یکی از عزیزان کربلا؟ عرض توسلمون به ساعت مقدسه فاطمه سه ساله امام حسین باشه. بله. اگرچه حالا خیلی عالی به قاعده ما مده‌ها و روزخونه ها قافله هنوز در کوفه است و بله. بعد وارد شام بشن اول سفر و بعدم این اتفاق شهادت مظلومانه بی بی سوم سفر نقل شده. اما چون روز سوم جلسه ما هست اگه اجازه بفرمایید. بسم الله. بسیار هم مبارک و میمون مقدس بی بی داشت. ما خیلی، یعنی مردم خیلی از سفره های این خانم حاجت گرفتن. همینطوره و جز این نیست. زندگیمون ممزوج به محبت این سه ساله ایست که ما با این تعبیر، یعنی خود من با این تعبیرش خیلی صفا میکنم تحت عنوان ام البکا. بله. که های سازگار می شعر خیلی خوشگل رو در حرم ایشون دارن که انشالله روزی بشه. در این مزار شریف ها رمیده است. بله. ام البکا رقیه محنت کشیده است. بسم الله. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا أبا عبد الله يا مظلوم يا أبا عبد الله نهال گلبن سرخین ان انقلابم من پی مبارز با دیده پرابم من سه سال دخترک شاه عالمینم من در این خراب نماینده حسینم من اگرچه طفل صغیرم ولی چون شیرم من عاقبت ز یزید انتقام میگیرم من عاقبت ز یزید انتقام میگیرم گفته ای ام مپندار که کودک هستم کودکم من ولی از باده وحدت مستم مست پیمانه عشقم من و پیمان بستم
که دهم در ره جانان دل خود از دستم، عمه بر عهد خود امروز وفا خواهم کرد، جان به دامان پدر عمه فدا خواهم کرد. بی جانم بخت با شاهد مقصود هم آغوشم کرد، در شب غم زمه وصل قدح نوشم کن، پس که گفتم ارنی در طلب روی پدر جلوه‌ی وایم است پدید آمد و مدهوشم کرد، گرچه در خاطر اون شاه فراموشی من ندانم به کجا رفت و فراموشم کرد، من ندانم به کجا رفت و فراموشم کرد، اما امشب پدرم دیدم و بی جهت نیست که من ذکر پدر میگیرم، ابا یا ابا ابا یا ابا بابای ابا یا ابا ابا یا ابا اینقدر بابا بابا گفت تا نیمه شب زیارت بابا براش محقق شد، آخ بمیرم برات بی بی جانم، گفت بیا ای سر به ویران با من ویران نشین سر کن، بزرگی کن شبی را سنگر در این بیت محقر بابا، اگر غنچه بخندد باز گردد گل شود، غم نیز نظر ای باغبان بر غنچه نشگفته پرپر کن، بابا 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 بابا
اگر از تشت دیدی امه را و چشم خود بستی نیم من امه امم جبل و صبره بابا اگر از تشت دیدی امه را و چشم خود بستی نیم من امه بکشا چشم بر من ناز کمتر کن نیم من امه بکشا چشم بر من ناز کم تر کن بابا 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 راست است دین که گفتن پدر مادرت سیلی از گزی خورده چه از اون سر زده مگر روحیم همچو من نامی از پدر بردن خدا رحمت کن استاد شهید ما جای کافی رو میفرمود هر بچه ای از بزرگتر یه ارثی میبره یکی مثل مادر راه میره یکی مثل بابا حرف میزنه بچه های فاطمه هم ارث کودک خوردن از مادر بردن بابا 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 سیلی نخورده نیست کسی بین ما ولی کو آن زبان که با تو بگویم چگونه ایم منو ببخشن اهل دل یا با عبدالله یا با عبدالله زبانم لال همه مصیبت اینجاست گفت بابا دست عدو بزرگتر از صورت من ایم یک ضرب زن کجای ضرب کبود شده هر دو گونه یک ضرب زن کبود شده هر دو گونه مگر عمه خدا بیامرز قدیمی ها رو اینم زبان حال به یاد قدیمی ها مگر عمه باب مظلومم فکر احوال ما یتیمان مگر عمه در دیار شام غیر ویرانه جای مهمان نیست عمه جان زینب عمه جان زینب من که میمیرم هم از عمر و زندگی سیرم
زینب من که میمیرم از عمر و زندگی زیرم. خیلی روزا رو نمیخونن برای این آزدانه، اما صاحب مال سبتین مرحوم شیخ مهدی مازندرانی اینجای اشاره عجیبی داره، همون کاری که گاهی تو مجلسان و کرا لطمه به صورت میزنن. وجدت تو سر بریده بابا رو دید، اولا با اون آسین پاره خاک و خون از صورت بابا بانگر، بعد شروع کرد با دست به دهان زدن. اینقدر ناله زد بابا بابا، نمیگویم که مانندم گذشته در برم گیری، ولی گویم کمک کن تا سرت را در بغل گیرم. بابا یه بچه 3 ساله داره این حرف رو میزنه، یعنی دیگه نیرو از دستاش رفته، طاقتش داغ شده، ولی گویم کمک کن تا سرت را در بغل گیرم. من و اطفال شهر شام هر دو سیر میخوابیم. مگه نمیگفتی گرسنمه؟ من و اطفال شهر شام هر دو سیر میخوابیم، ولی آنان ز نان سیرن اما من ز جان سیرن. حسین حسین حسین، مدینه چشم بر راه من است اما نمیداند که امشب نیمه شب کنج این ویرانه میمیرم. یه وقت امام سجاد دید دیگه صدای نالش نمیاد، هرچی صداش ند دید خبری نشد، بلبل حسینیم خبری نشد، خواهر نازنینم خبری نشد، هم بازی علی اصغر خبری نشد، همچی که نزدیک رفتن دیدن سر یه طرف دختر یه طرف افتاده. های فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشم. خواجه آن است که باشد غمیم خدمت کارم، به یاد گم شده ی همه دلها یوسف زهرا
عجل الله تعالى له الفرج. اون سفر کردیم که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم ارنا الطلعت الرشیدا والغرة الحمیدا وکهل ناظری به نظرت منی الیه وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا ومن علينا برؤيته آنان که گل وجود تو میبویند، در سهل و جمکران تو را میجویند، در حال نیاز در مصلای نماز. عجل لولیک الفرج میگویند. احسنتم. طیب الله انفاسکم. خدا انشالله بهتون خیر بده، به زودی های زود روزیمون بشه در حرم زیبا و با صفای این عمه 3 ساله امام زمان، بتونیم اونجا عرض ارادت بکنیم. اللهم ارزقنا انشاءالله، و اونجا بتونیم بگیم که بیبی جان، اگر ما مثل شما بلد نیستیم با پدرتون صفا کنیم، ولی آمده این پای مکتب شما درس بگیریم. یک جمله من فقط استفاده کنم از این روزه برای طلب فرج. ما اگر یاد بگیریم که همین یک فقره ای که برای این 3 ساله پیش آمد با دقت بهش نگاه بکنیم، که انه دشمن، که تمامیت دشمنی خودش رو در شام سر این خانواده پیاده کرد، الان دنیا رو به این قضیه تشبیه بکنیم، ما هم چون اماممون بر سرمون نیست، فرمودن کسی که امام زمانش رو نداره، نداره به معنای حضور ظاهری، وگرنه حضرت هستند و به یمنه روز قلب را، این بچه یتیمه، لذا ما ضربه داریم میخوریم از نبودن آقا جانمون، این بیبی جانمون که پدر و عمو نبود، لذا هر که توانست به او ضربه ای زد، شلاقی، سیلی. ولی یک جایی ما بایستی دیگه انان صبر رو از دست بدیم. آنچنان گریست در اون لحظه شام که یزید ملعون رو از خواب نحسش بیدار کرد و کاری شد که سر به دیدار دختر آمد. استفاده ما اینه، ما باید یه جایی دیگه این تحمل دوری رو به هم بزنیم و برای فرج آقا جانمون جوری دعا بکنیم که حضرت به سمت ما شتابان بیاین. اما این دکتر هم در پرانتز، او از من و شما هم مشتاق‌تره، ولی به تعبیری کجا بیاد وقتی کسی خاطرخواه او نیست. خدا رو قسم میدیم به 3 ساله‌ای که باب الهوائجه و هر چه داریم از طفیل این دختره، و اگر او دستور بده پدر حتما گوش خواهد کرد. خدای به حق 3 ساله ابی عبدالله، عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج. انشاءالله اونهایی که به ما یاد دادند، حسین و علی و فاطمه و یا زهرا بر زبونمون جاری بشه، از مجلس امروز ما بهره مند بشن. پدر و مادر حضرت های طاهری هم انشاءالله سر این سفره مهمانند و همه اموات روزی خور خانه امیر مؤمنان خواهند بود. آقا خیلی ممنون و متشکرم، امروز هم محبت کردید و انشاءالله در روزهای آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. ممنونم از شما بینندگانم که تا این لحظه بودید. برای فرج امام زمان هر چه میتوانید دعا بکنید. در پناه حضرت حق باشین. یا علی مدد. آه خدا.